قسمت دوم نامه پنجم. این نوشته ها که می خوانی و می شنوی بیهوده نیست، درست با خود بیندیش و ببین. از آن هنگام که من خیشتن را شناختم، تو چه نفوذی در زندگانیم داشته ای؟ فکر کن من چه ها کردم، چه می کنم و چه ها خواهم کرد. برای این که شایستگی دوست داشتن تو را داشته باشم و یگانه آرزویم زناشویی با تو است. آنگاه خواهی دید چه اندازه تو را گرامی و ارجمند داشتم و چه جای در دل و زندگانی من داری، فروغ محبوبم. هرگاه آن چندم را که در کنار یکدیگر می‌رقصیدیم و من تو را در آغوش گرفته به سینه خیش می‌فشردم، به یاد می‌آورم. از شادکامی سرمست و از خود بی خود می‌شوم. راستی چرا بایستی من تو را از هم جدا باشیم؟ چی میشد اگر در این جهان تو تا پایان زندگی بدان گونه در آغوش من میزیستی؟ چه رفتار بدی از ما دیده میشد؟ فروغ، خواهش دارم بگو چه کسی از من بدگمان می شد اگر همسر نازنینم را پیوسته به سینه می فشردم؟ چرا این آدم ها شادمانی می گذرند؟ و از چه بشر که دارای بازوان توانا و اراده استوار است می گذارد این دمهای خوش را از کنارش برو بایم؟ از کجا دیگر آنها بازگردند؟ کدام یک از آدمها را توانایی آن است که نیکبختی گریخته را باز آورد؟ میبینی که پرایشان گویی میکنم، ای که همه نیکبختی و شادمانی های مرا در دست داری مهر کن و دیوانگی های مرا ببخشای. خدا نگهدار، من شوریده بینوایم، دلنوازی کن و دوستم بدار. جان و دل و زندگانیم از آن توست. میبینی که نامه بزرگتر از آن که تو خواسته بودی برایت نوشتم. اگر از این کار خوشنودی تو هم نامه بدین گونه بزرگ بهره من بنگار. خدا نگهدار که نامه ام را تا پایانش میتوانی بخوانی یا نه، و یا این که بتوانی بشنوی و یا خیر. خداحافظ فروغ مهربانم.